مهدی قائدی و باشگاه استقلاله. آره مهدی قائدی همچنان در تمرین استقلال حاضر نمیشه. فکر کنم دیروز نهمین جلسه ای بود که توی تمرین هست. علتش اینه که میگه قرارداد من باید تغییر پیدا کنه رقمش. ببین مهدی قائدی 900 میلیون تومان حدودا با استقلال قرارداد داره که البته با آپشن های قراردادش 1,500,000,000 تومان میشه. توی مذاکرات 900 میلیون تومان که با قرارداد جدیدی از قبل نه از قبل بوده دیگه. ببین چیزی که تو قراردادها هست خواسته ای که داره اینه که میگه 2,100,000,000 تومان به قراردادم اضافه شه که قراردادم بشه 3,600,000,000 تومان. نه با آپشنایی که میگی میشه 3,600,000,000 ولی آره. بدون آپشنا میشه همون خواستش اینه که 3,000,000,000 تومان باشه. باشگاه استقلال مخالفت کرده گفته که ما این رقمو نمیشه. احتمالاً پول لازمه. 2,100,000,000 پولیه که بالاخره همینجوری آدم نمیتونه بگه کسی خواسته چیزی بخره 2,100,000,000 2,000,000,000 ولی شاین ببین فکر نمیکنم که موارد این چنینی واسه چی کلن... گفتی گفت آخر نه ببین به کسای دیگه راست نه ببین شاین مسئله اینه که بازیکن وقتی قرارداد داشته باشه نمیتونه قانونا بیاد بگه که رقم قرارداد منو بیشتر کنیم. معمولا یه بندی هم تو قرارداد بازیکن ها میذارن. البته بیشتر بازیکن عشق 9 جلسه است که نرفت. آره 9 جلسه است حاضر نشد. حالا باشگاه استقلال به کمیته انضباطی دعوتش کرده. یعنی طبق قرارداد 100% میتونن جریمه مالیش کنن به خاطر این 9 جلسه ای که توی تمرین حاضر نبوده. و حالا بحث دارن الان سر این موضوع. ببین تو فوتبال حرفه‌ای اصلا چنین چیزی وجود نداره که من اومدم سال پیش مذاکره کردم قرارداد بستم حالا الان گرون شده قرارداد رفته بالا بیام بگم نه من طبق اون قرارداد نه باید قرارداد جدید ببنده. این میدونی به خاطر از برکات حضور مدیرایی که نمیتونن تصمیمات درست بگیرن. متاسفانه قبلا یه مدیری تو باشگاه استقلال بود آقای سعادتمند که حالا خیلی امیدوارم یه روز بتونیم بیاریمش تو برنامه و کلی ازش سوال بپرسیم که اصلا چرا قرارداد بوریا غفوری که از سال قبل بسته شده بوده رو فسخ کرده قرارداد جدید بسته. همین میشه که در نهایت بازیکنای دیگه هم میان اعتراض میکنن. البته اینم بگم شاهین توی باشگاه پرسپولیس هم این اتفاق افتاده. هنوز دلیل نمیشه چون تو باشگاه پرسپولیس هم این اتفاق افتاده توی استقلال هم بیفته. نه میگم که توی باشگاه دیگه هم موضوع... آقایونی که ناظر بر فوتبال هستن انقدر خوابن که انقدر راحت وسط روز روشن بازیکن میگه من نمیام پول ما رو بیشتر کنید. حداقل بنده ذهنم بیشتر از این نمیکشه. الحمدلله هیچ علاقه ای هم به فوتبال ندارم خدا رو شکر و حواشی فوتبال، چون واقعا ما الان تو این 8 ماهی که داریم سلام صبح بخیر رو اجرا میکنیم و من در بخش ابتدایی برنامه همراهی میکنم عزیزانمون رو، یک بار نشیدم که آقا تو فوتبال مثلا اتفاق افتاد یا دادگاهه یا جریمه است یا پولشو ندادن یا پولشو بردن یا چتون آخه بود یه آره کلن فرضه شاید من به نظرم ناشی از مدیریت غلطه. البته ما مدیر خوب زیاد داریم تو کشورمون، ان شاءالله که بشه تصمیمات درستی گرفته بشه. یه خبرم در مورد پرسپولیس بدم. دیشب آخرین خبری که من شنیدم این بود که شهریار مقانلو مهاجم ایرانی که توی باشگاه سانتا کلارا در پرتغال بازی میکنه با باشگاه پرسپولیس توافق کرده که برای نیم فصل دوم به این باشگاه ملحق شه. حالا البته امروز تلاش میکنم که با خود شهریار صحبت کنم. ولی آقای شکوری معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس که هفته گذشته برنامه ما اومد گفتش که ما دوست برای تمایل هست که این بازیکن بیاد ولی ظاهرا رقمش یه مقدار بالا بوده. حالا شاید سر رقم انشالله نمیدونم به توافق رسیدن. آقای شهریار مقانلو رقم آورده پایین که خلاصه احتمال همکاری آره شرط مالیش ظاهرا جور شده که اون توافق رو تونستن صورت بدن. یه خبر هم من دیشب شنیدم که امیدوارم درست نباشه. تیم ملی تو مقدماتی جام جهانی 4 تا بازی خیلی خیلی مهم داره که ما خیلی امیدواریم که بشه میزبانی برای ما باشه، ولی من شنیدم که میزبانی رو به کشور بحرین دادن و فقط مونده که اون رو اعلام کنم به صورت رسمی. امیدوارم این اتفاق هم نیفته.